خب بینندگان عزیز، حتما در خبرها ملاحظه کردید که دور جدید تظاهرات هموطنان اصفهانیمون، کشاورزان عزیز در اصفهان، در اعتراض به حقابشون از زاینده روز بیش از یک هفته است که ادامه داره و همین امروز هم در خبرها دیدیم که کشاورزان شرق اصفهان، چه در خود اصفهان چه از روستاهای اطراف، به این تظاهرات پیوستن و راهپیمایی داشتند. اجازه بدید گفتگویی داشته باشیم پیرامون علل، ویژگی ها و گسترش این تظاهرات. همراه میشیم با حسین میرداماد. با سلام خدمت شما. با سلام به شما و با تشکر ازتون که در این برنامه من رو دعوت کردین، همچنین درود میفرستم به کشاورزان عزیز اصفهانی و همه مردم پاخسته میهن. بله، خب اجازه بدید سوال رو از ویژگی های این دور تظاهرات به پا خواسته در کشاورزان به پا خواسته در اصفهان شروع کنیم که به هر حال اعتراضات دامنه‌داری رو داشتن، این چندمین دوره که به اعتراض برخواستن. اگه ممکنه در ابتدا علت این که باز این دوره جدید رو شروع کردن و اینکه تا کجا چه چشم اندازی داره رو توضیح بدید. علتش که خب جوابشون نگرفتن، یعنی در واقع رژیم تمامی مانورهاشو برای اینکه به اصطلاح این اعتراضات رو بخوابونه انجام داده. وعده های دروغ از امام جمعه هاش بگیریم تا نماینده های مجلسش، تا وزرای کابینش، تا انواع اقسام کارگزارای رژیم. سری قبلت استاندار هم اومد گفتش که حل میکنیم. بله، همین وعده میدن، نمیدونم 20 روز دیگه، یه ماه دیگه، از این نوع وعده ها میدن که به اصطلاح در مقطع تظاهرات رو متفرق کنن، ولی بعد دو مرتبه هیچ اتفاقی نمیفته و آب از آب تکون نمیخوره. از این جهت است که اعتراض در واقع ادامه پیدا میکنه، بستر اعتراض وجود داره و مردم هم که از اونجا که مشکل دارن به طور واقعی، یعنی مسئله بیکاری، مسئله فقر، مسئله از بین رفتن زمین هاشون، از بین رفتن آبشون که در واقع میتونه حیات رو به این زندگی ببخشه و الان رژیم غارت میکنه، این هم هست. بنابراین اعتراضات ادامه پیدا کرد. ویژگی این دور از تظاهرات کشاورزان چی هست؟ ما این دور به خصوص تو این هفته که در واقع دور جدید اعتراضات کشاورز اصفهان بود، شاهد در واقع مجموعه ای از نکات جدید بودیم توی این اعتراضات. اولا شعارهای جدیدی بود. مثلا فرض کنید شعار میدادن یزید روی کار، شرق اصفهان بیکاره، یا شعار میدن سوریه رو رها کن، فکری به حال ما کن، توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد، یا تا حقابه نگیرم از پا نمی نشینم. اینا همه پیام در واقع این داره عزم و جزم برای ایستادگی و اینکه ما وای میسیم تا آخرش. یا یک پیام دیگه که داره استمراره، یعنی از روزی که شروع شده تا الان قطع که نشده، هیچی ادامه پیدا کرده و همینطور جمعیتش هم داره اضافه تر میشه. از شهرهای دیگه اصفهان به این تظاهرات هم میپیوندن. ویژگی دیگه‌ای که باز داره این هستش که رویارویی میکنن با خود نیروهای سرکوبگر. الان هر روز تقریبا گارد ویژه، نیروی انتظامی، حالا اطلاعاتی ها و امنیتی هاشون هم که هستن، میان جلوی مسیر کشاورزان میگیرن. حتی افسر نیروی انتظامی پشت بلنگو شعار میداد به خاطر اینکه فردا روز مبعثه پیامبره، صلوات بفرستین برین، مردم هوش کردن. همون شعار که غارت شده ها شعار میدن، به اصطلاح مال باخته ها شعار میدن که اسلامو پله کردن، مردمو ذله کردن. مردم هم اینجا در واقع هو کردن اینو، همین شعار سوریه رها کن، فکری به حال ما کن رو دادن. بعد نیروی انتظامی برگشت همون اون گفتش که این شعار اوباشو ندین. باز مردم شعار میدن که کشاورزیم نه اوباش، هوشیار باش، هوشیار باشه، همچین مضمونی تو شعارشون. بنابراین یک رویارویی هم با خود نیروی انتظامی
توی این دور جدید اعتراضات تقریبا هر روز داشتیم. بله. که یک بار هم که حمله کردن اصلا حتی پیرمردا و خانوما و اینا هم کتک می‌زدن. تعدادی هم دستگیری تا اونجا کردن. تعدادی هم دستگیر کردن ولی باز موفق نشدن. یک ویژه دیگه خیلی خیلی مهم و خیلی برجسته توی این دور جدید حضور و شرکت فعال مادران و خواهران اصفهانیمون در این تظاهرات هست. زنانی که میان در تظاهرات شرکت میکنن، شعار میدن، سخنرانی میکنن حتی و مردم رو برم میانگیزن برای ادامه مبارزه، ادامه اعتراض تا گرفتن حق و حقوقشون. بنابراین این ویژگی هایی هستش که ما طی این دور با به اصطلاح تو اعتراضات کشاورزای اصفهان داشتیم. و یک نکته بسیار مهمم این بود تو این ویژگی ها همبستگی بازاریایی که در اون اطراف در مسیر راهپیمایی و در به اصطلاح شهر خراسان در منطقه خراسان بودن، اینها هم با خود کشاورزا همبستگی کردن و اعلام اعتصاب کردن. بله. خب اگه بخوایم یک نگاهی داشته باشیم به مجموعی از اعتراضات در سراسر ایران و خبرهایی که در این رابطه هستش، هم میشه گفت در اصفهان به دلیلی که با مشکلات بیشتری در واقع مواجه بودند این اعتراض ها و اعتراضاتی که دیگه شما گفتین کم کم به اصطلاح رنگ و بوی دیگه ای از به اصطلاح رویارویی هم به خودش گرفته داره یا نه مثلا جاهای دیگه هم به همین ترتیب داریم خبرهای اعتراضی رو؟ ببینید اعتراض در ایران به دلیل وضعیت بحرانی که رژیم به وجود آورده، بنابراین اگر بحرانهای رژیم رو نگاه کنیم که تعدادش هم بسیار زیاد هست، این بحرانها بخشش صادر شده به خود مردم، وضعیت معیشتشونه. ما الان اتفاقا در بعد از عید با کانونهای اعتراضی متعدد مواجه بودیم. 10 روز اعتراضات توی اهواز رو داشتیم. بله. 1 هفته اعتصاب در کردستان رو داشتیم. جوانرود، مریوان، شهرهای مختلف کردستان اعتصاب کرده بودن. از بعد از عید تظاهرات و اعتراضات کارگرای فولاد خوزستان همچنان ادامه داره. همین چند روز اخیر فکر کنم 4 یا 5 روز اعتصاب کارگران نشکر هفت‌تپه باشه که بر علیه اخراج یه تعداد از کارگرای فعال دست به اعتصاب زدن و میخوان اینا برگردن. اینا همه کانونهای اعتراضی هستن که در حقیقت رژیم اینها رو نتونسته جمع جور کنه که هیچ از سال جدید شتاب گرفته. بله. غارت شده ها همین دیروز تعداد زیادی از خانومهایی که در مشهد هستن کفن پوشیدن رفتن جلوی به اصطلاح تو خیابون واسدن در برابر دادگستری رژیم اونجاها تظاهرات کردن به خاطر غارتی که پدیده شاندیز که اونم یه مؤسسه وابسته به همین باندهای حکومتی هست و غارت کرده این مردمو تظاهرات کردن، تعدادی رو دستگیر کردن، باز مردم واسدن. بنابراین این اعتراضات در همه جای کشور ادامه داره. حتی اعتراض کشاورزا الان بحران آب که فقط مال اصفهان نیست، بحران کشاورزی فقط هم بحران آب نیست، همین الان در جازموریان تظاهرات کشاورزایی که محصولشون رو رژیم به بسیار بسیار قیمت پایینی گوجه فرنگی رو بله. میخواد بخره، در حالی که خب تمام اینا ضرره، یعنی اینا تظاهرات کردن جاده رو بستن، خلاصه اعتراض دارن. این نوع اعتراضات چه از مال باخته ها، چه از کشاورزان، چه حتی از بازنشستگان، معلمان، فرهنگیان، الان اینا هم اعتراضاتشون زیاده. بله. بنابراین ادامه داره. بله. اجازه بدید آخرین سوالم بکنم. شما اشاره کردید به یکی از ویژگی‌های تظاهرات اصفهان تحت عنوان رویارویی که بین نیروی انتظامی و کشاورزان به پا خواسته اصفهانی وجود داره. حالا چون تا به حال خب اقداماتی انجام میدادن این نیروی انتظامی علیه مردم، به طور مشخص بستن مسیرها، عدم اجازه برای تجمع، هم که گفتید صلوات بفرست برو، یعنی به این شکل بخوان حل بکنن، آیا ما شاهد شدت عمل بیشتر خواهیم بود در صورت ادامه
تظاهرات از طرف کشاورزان، از طرف نیروی انتظامی؟ ببینید، اینا شدت عملاشون همه رو انجام دادن، یعنی چیزی در واقع کم نداشتن. به همین کشاورزای اصفهان، اگه یادتون باشه سال 90، اسفند سال 90 بود که حمله کردن، 91 حمله کردن. همین ماه گذشته تو مجلس رژیم، خود نماینده های رژیم مال اصفهان اومدن گفتن 25 نفر رو کور کردن با تفنگ ساچمه ای. اتفاقا تو همین عید امسال هم اگه یادتون باشه کشاورزا اومدن یه سفره پهن کردن، همون ساچمه ها رو به عنوان سین هفت سین آوردن گذاشتن، نشون دادن که برخورد شما با کشاورزی که دنبال حق و حقوق ساده شه چی هست. اینها در حقیقت از اونجا که هیچ پاسخی ندارن به مردم بدن و حق مطلقاً طرف مردمه و رژیم فقط غارت کرده و دزدی کرده از حق مردم و نمیخواد هم و نمیتوند هم بده، برابر این توان سرکوب اون صورت نداره. سرکوب بکنه بدتر میشه، سرکوب نکنه تظاهرات بیشتر میشه. اگر یادتون باشه اول امسال هم خامنه‌ای هم روحانی اومدن گفتن اعتراضات حق مردمه. بله، روحانی اومد گفت روز 29 اسفند در پیام نوروزیش، مردم وقتی دیدن در خیابان اشتعالاتی وجود داره ممکن است امنیت جامعهشان به خطر بیفته، به صحنه آمدن با صدای اعلام که انتقاد و اعتراض حق مردم است. خب این در این وضعیته. پس الان ببینید چشماندازها رو دارین بگید. من دو تا نمونه براتون میگم ببینید که وضعیت چطوره. یکیش مال اسدالله عسکرولادیه که این به اصطلاح رئیس اتاق بازرگانی ایران و چینه و از سردمدارای مؤتلفه و عوامل نزدیک رژیم هست. این میگه که اوضاع اقتصادی کشور در سال 97 پیش بینی خوبی ندارن. در این سال 4 چالش اقتصادی بزرگ داریم. اولین چالش بیکاریه، دومیش که در بهار، یعنی الان که توش هستیم، به بدترین شکل ممکن خدا نشان خواهد داد. دومین چالش معیشت مردمه، سومیش نرخ ارز. بله، اینو کی گفته؟ 6 اسفند گفته، الان 24مین، یعنی 22 روز قبل گفته. 6 اسفند یا 6 ببخشید 6 فروردین. بله، انتخاب روزنامه سایت حکومتی انتخاب زده 6 فروردین اینو گفته. پس ببینید میگه که چالش بیکاری، چالش معیشت مردم، چالش نرخ ارز و چالش چهارم سر و صداهای داخلی. بله، و متهم کردن یکدیگر من جنگ و جدال باندیه. خب این از این. بعد یک معاون وزیرکار رژیم میاد میگه که من احساس میکنم سال 97 سال سختی باشه. حالا ببینید بخوام در یک جمله پاسخ شما رو بدم که چشم گفتین روند چطوری خواهد بود. از یک طرف بحران‌هایی که رژیم هیچ کدوم نمیتونه حل کنه، از یک طرف مردمی که واقعا جونشون به لب رسیده، بنابراین رژیم توان سرکوب به اون شکل سابق رو نداره، نمیتونه داشته باشه. بله، اینو بهش میگن بنبست سرکوب. سرکوب کنه آتش گرفتن، شعله‌ور شدن قیام. سرکوب نکنه افزایش تظاهرات. بله،